نیروهای امنیتی در ایران مانع از حضور خانواده‌های سوگوار در گورستان خاوران شدند. محمود احمدی نژاد از دستاوردهای دولت خود در سال 1389 خورشیدی سخن می‌گوید. در آستانه نوروز خجسته در ایران چه می‌گذرد امشب در تفسیر خبر از صدای آمریکا. با سلام به شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشستید. نوروز خجسته در راه است و خبرهای ایران به گواه منابع بی‌طرف خوش نیست. خانواده قربانیان کشتار زندانیان در سال 1367 خورشیدی با برخورد خشونت‌آمیز ماموران امنیتی در گورستان خاوران روبرو شدند. ماموران امنیتی نظام ولایت فقیه مادران و دیگر کسان خفتگان در خاوران را که به سنتی دیرینه در آخرین پنج شنبه سال به زیارت آرامگاه عزیزان خود رفته بودند مورد ضرب و شتم و فحاشی قرار دادند. آن سوتر دو سال پس از مرگ مشکوک امیدرضا میرسیافی وبلاگ نویس جوان ایرانی در زندان جمهوری اسلامی، کانون نویسندگان ایرانی در پیام نوروزی خود میگوید سالی که آخرین ساعتهای آن را میگذرانیم سال تشدید سانسور، محدودیت بیش از پیش آزادی بیان، سال تداوم بازداشت فعالان اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، کارگری و صدور احکام سنگین زندان برای آنان و حتی وکلا و سینماگران در ایران بود. همزمان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در نظام ولایت فقیه در ایران در تشریح آنچه خبرگزاری دولتی ایران دستاوردهای دولت در سال 89 خوانده است گفت ایران در علم و فن آوری توانسته است به پیشرفت‌های چشمگیری دست بیابد. دورتر از ایران در سوریه نیروهای دولتی دست کم 4 تن از مخالفان حکومت را در جریان تظاهرات در این کشور به قتل رساندند. آن سوی خلیج فارس مقامات بحرین بار دیگر حکومت ایران را به دخالت در امور داخلی بحرین متهم ساختند. در آستانه نوروز ایرانی بررسی می‌کنیم مهمترین خبرهای ایران و مربوط به مردم ایران را. در گفتگو با آقای ناصر محمدی معاون سردبیر کیهان چاپ لندن و آقای مجتبی واحدی روزنامه‌نگار و سخنگوی آقای مهدی کروبی در خارج از کشور که تا لحظات دیگر به ما میپیوندد. احمد رفعت عزیز نیز با گزارشی کوتاه از روم با ما خواهد بود. جمشید چالنگی هستم همراه با میهمانان برنامه با شما خواهم بود تا لحظات دیگر. آقای محمدی عزیز سلام به شما و پیشا پیشم سالی که داره از راه میرسه رو به شما خجسته باد میگیم. عرض ادب دارم جناب چالنگی و درود بر شما و میهمان محترم برنامه و شنوندگان و بینندگان به ویژه در ایران. به منم اجازه بدید که سال نو رو خدمت هموطنانم در هر کجا که هستن تبریک بگم و از خداوند بخواهم که سالی سرشار از پیروزی و شادی نصیبشون بکن. خب آقای محمدی عزیز، کارنامه جمهوری اسلامی رو مرور میکنیم. آقای محمود احمدی نژاد گفتن، تأکید کردن که ما به پیشرفت‌های بزرگی دست پیدا کردیم، اقتدار ما بسیار افزون شده، این سفینه رو فرستادیم بالا، فضا برگشته به سالم، این خودش یک اقتدار جمهوری اسلامی رو نشون میده. وجه داری کارنامه جمهوری اسلامی رو واقعا چطور میشه بررسی کرد در سالی که در آخرین نفساشو میکشه؟ یادم از جناب چالنگی دیشب که بعد در برنامه تو سوال میکردین، از یکی از مهمانان سوال کردین که به قید قسم که حضرت عباسی پیشرفتی داشتن یا نه. من واقعا میگم بعد از اون که این سخنان شما رو شنیدم دوباره رفتم یه مرور دیگری در سال گذشته کردم ببینم که واقعا چه پیشرفتی کردن. کارخانه ای ساخته شده، نیروگاهی ساخته شده، بیمارستانی، دانشگاهی، جاده‌ای، راهنی. بالاخره وقتی یک آدم مثل رضا شاه میاد 16 ساله اون همه کار میکنه، شاید گفتیم
در این مدت همه کاری شده باشه که در 6 سالش نشده. اما آنچه که واقعا دستاورداشون هست و خودشون تکیه میکنن، گفتیم ببینیم که خودشون به چه میگوین پیشرفت. در تمام مدت سال میگوین که ما آمریکا رو به زمین زدیم، پشتشو به خاک مالیدیم، به خاطر اینکه فتنه ای رو که آمریکا سر به اصطلاح برنامه ریزی کرده بود و سازماندهی کرده بود اون رو خاموش کردیم. یعنی خودشون هم میگن تنها دستاوردشون این هستش که فتنه رو سرکوب کردن، که دیدیم البته سرکوب هم نشد. یه چیز رو هم نباید فراموش کنیم، 25 کیلوگرم اورانیوم 20% تولید کردن، اینم در واقع دستاورد است. اما فقط اجازه بدیم مسئله داخلی رو عرض بکنم که در سال گذشته چه رویدادهایی، چه تحولاتی اتفاق افتاد، اگر فرصت شد جنبه خارجیش هم عرض بکنم. ببینید در صحنه داخلی جناب شلنگی، شکافی که بین مردم و حکومت بود تعمیق پیدا کرد، گسترده تر شد و واقعا فاصله مردم با حکومت یک فاصله بسیار زیاد گشت. اگر در سال گذشته بحث بر سر این بود که بعضی ها اعتقاد داشتن که احیانا می شود رژیم را اصلاح کرد یا مثلا انتخاباتش را اصلاح کرد دنبال رأی منکوب بودن، امسال دیدیم که سرکوب ها هم نتیجه نداد، مشت آهنین هم نتیجه نداد، مردم در 25 بهمن آمدن، از اون بعد هم سلسله تظاهراتی داره برپا می شود. و مسئله اصلی این است که اون مشروعیتی که نظام جمهوری اسلامی در میان مردم داشت به طور کل زائل شده است. حالا میبینیم که شعارها مستقیما ولایت فقیه رو هدف قرار گرفته، قرار داده، و شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه و بعضی جا هم شعارها علیه شخص آقای خامنه‌ای بوده. این یک بحث بود. بحث دیگر ببخشید نه بفهمین فقط کوتاه، چون ببینید آقای محمدی ببینید اینی من فقط اشاره میکنم، مسئله ما فقط سیاسی نیست. آقای احمدی نژاد اینجا آقای احمدی نژاد اشاره کرده، گفته یکی از دستاوردهای دولت در سال 89 ایجاد 1,600,000 شغل بوده. خب میگه این یک تحول بزرگ در کشور است، عده زیادی این اعداد را غیر قابل باور و محال میدانند. بله حالا من اقتصادی رو گفتم محال میدونید یا حالا عرض میکنم اقتصادی رو گذاشته بودم تو قسمت دوم عرض بکنم، الان عرض میکنم. ببینید مسئله در زمینه اقتصادی که همین الان 11 میلیارد دلار گم شده است و از پول نفت و هنوز به خزانه واریز نشده مورد بحث است. اما از در اقتصادی وقتی نگاه بکنیم، از یک طرف کارخانه ها تعطیل شدن، تولیدات به شدت پایین آمده و از طرف دیگر واردات به شدت افزایش پیدا کرده، به گونه‌ای که حتی امسال میدونی سبزه هم از سبزه هفت سین رو هم از چین وارد کردن بعد از اینکه گلاب و سیر و این چیزا رو وارد کردن. جدی میگین؟ یعنی شما خبر دارید؟ بله جزو گزارش هاییست که در درون ایران منتشر شد و الان سبزه ای که می فروشن سبزه چینی 5,000 تومنه، دقیقا قیمتی که ما اینجا در لندن می دیم 5,000 تومن هست. نه شوخی نمی کنم، واقعا همین است. شما وقتی سجاده و مهر و تسبیح و جانماز اینا رو از چین میارن، خب چیز بعیدی نیست که سبزه رو از اونجا آورده باشن و الان آورده. به هر حال تولیدات آمده از پایین، از اون طرف واردات افزایش پیدا کرده است، از طرف دیگر فشاری که بر مردم می اومد از اقتصادی به شدت افزایش پیدا کرده با مسئله حذف یارانه ها، حذف یارانه ای که به حامل های انرژی و دیگر مواد و ارزاق می دادن. و بعد می بینیم که خود کارگران به شدت از این که اخراج ها بالا، سطح اخراج ها، سطح بیکاری ها، و آقای احمدی نژاد من نمیدونم از چی صحبت میکنه که اگر 11 میلیون شغل ایجاد کرده باشه. نه 1,600,000 1,000,000. البته ایشون و دیگران دائما آمارهایی میدن که بعد از طرف خود مقامات هم تکذیب میشود، ولی به هر حال فشاری که به کارگران میاد بالاست و میبینیم که کارگران در آستانه اعتصاب قرار گرفتن. یک تحول دیگر هم اجازه بدید اشاره کوتاه بفرمایید آقای محمدی، ممنون میشم. خیلی یک تحول دیگر هم بگه اجازه بدید اشاره بکنم، این استش که بین سران جمهوری اسلامی هم شکاف ایجاد شد. یعنی جمهوری اسلامی خود آقایون روحانیون همدیگر رو دارن میزنند و قلقم میکنند که آخرینش آقای رفسنجانی است. و بعد میبینیم در نقاط دیگر هم، در مسائل دیگر هم بین قوه قضاییه و قوه مجریه و قوه
مقنن اختلافات به شدت بالاست، بین اصولگرایان شکاف ایجاد شده. اینا تحولاتی است که در داخل رخ داده است و البته در صحنه بین المللی هم مسائل دیگری هستش که اگر فرصت باشه و اجازه بدید خواهم گفت. فرصت باشه ما اجازه ما هم تابع فرصته، شما خودتون صاحب اجازه هستید آقای محمدی. آقای واحدی به ما پیوستن، سلام به شما، خیلی خوش اومدید. به نام خدا، سلام خدمت شما آقای محمدی و بینندگان. و من در ابتدای صحبت اجازه بدید پیشاپیش فرارسیدن سال نو رو تبریک بگم، هم از زبان خودم هم از زبان آقای کروبی که این روزها خودشون در زندان هستن و قطعا اگر بودند به خصوص بسیار از خانواده زندانیان و خانواده شهدا که شهدای جنبش سبز که آقای کروبی سنگ صبورشون بودن حتما انتظار داشتن این روزها پیام تبریکشون رو بشنون و من از طرف ایشون تبریک رو به همه مردم به این قشر عزیزی که نام بردم عرض میکنم. حالا همینو که اشاره کردید جنبه خبری داره، آقای کروبی با آقای مکارم یا کسانی مثل آیت الله مکارم هم نظرن یا نیستن که ایشون نوروز رو تقریبا یه جورایی غیر اسلامی و اینها اعلام کرده؟ آقای مکارم رو میگه ببینید هفته پیش اینجا صحبت کردیم اسلامی و غیر اسلامی شدن بعضی از مسائل ظاهرا تابع شرایط آقایون هست. من هفته گفتم در جمهوری اسلامی روزی که اقتضا کنه روزنامه رسمی ولی فقیه برای چهارشنبه سوری تبلیغ میکنه، روزی که اقتضا نکنه چهارشنبه سوری حرام و خرافه میشه. در مورد نوروز هم همینه، ما در مفاتیح که از کتابای سنتی مذهبی هست دعای نوروز داریم، ادعیه فراوانی هم داریم، فقط همون دعای مشهور اول تحویل سال نیست، چند صفحه دعا نوشته شده. من نمیدونم آشق عباس قومی هم لابد از نظر آقای مکارم ضد اسلام بوده که دعا برای نوروز نوشته. خب هفته گذشته چهارشنبه سوری بود، امروز برای نوروز هست. ما فتوای حجاج اسلام و آیت الله و عظما اگر هستن مکارم و بقیه رو ناچاریم یک به یک چیز کنیم چون راجع به نوروز خدا ازتون قبول کنه ان شاء الله. ممنون. عرض کنم خدمتتون نگاه شما به کارنامه سال ساعت دیگه تموم میشه گذشته رو ببینید. من فکر میکنم که از آمارهایی که آقای احمدی نژاد دادن شروع بکنیم، من اتفاقا همینطور به طور اتفاقی یه خبری آوردم وقتی که از رونق اوضاع میگن و آمار میدن خیلی جالب. پریشب یه آقای تو تلویزیون داشت صحبت میکرد، میگفت وضع اقتصادی مردم خیلی خوبه و امسال 50 میلیون سفر نوروزی ما پیش بینی کردیم که مردم انجام میدن. این در تلویزیونش مصاحبه میکرد، رقم زیادی برای مشهد میگفت. من یه خبری از سایت جهان نیوز آوردم که گمان نمیکنم دیگه سایت جهان نیوز رو کسی در وابستگی و شیفتگیش به دولت تردید داشته باشه. تیترش اینه: نگرانی هتلداران از کاهش مسافران نوروزی. بعدم با رئیس اتحادیه هتلداران کشور صحبت کرده، ایشون گفته که همیشه از بهمن ماه رزرو هتل برای ایام نوروز شروع میشد، الان که اواخر اسفند تقریبا هنوز اتفاق قابل توجه نیفتاده. و جالب اینه که مشهد در شلوغترین فصلی که داشته امسال در تا رسیدن به حال 40% و در فصلی مثل اربعین که همیشه خیلی پر بوده فقط 10% هتلاش رزرو شده و الان هم گفته تقریبا حالت رکود داره رزرو هتل‌ها در سراسر کشور. علتش اقتصادی؟ حتما اقتصادی. مردم شدن اعتقادات مذهبی مردم. نه فقط مشهد نیست، مگه مشهد رو ایشون به عنوان اربعین مثال داره؟ خودشون گفته در سراسر کشور رزرو هتل‌ها نه تنها در حد قابل قبول نیست، برای که میشه عنوان رکود، کلمه رکود رو به کار برده. خب این آمار رو شما وقتی میذارید کنار آمارهایی که دیگه که در تلویزیون میاد، خب آدم میفهمه که آمارها بسیارش دروغه و برای سرگرم کردن مردمه. آقای احمدی گفتن 1,600,000 شغل. من یاد نمیدونم حتما شما خاطرتون میاد اول جنگ روزنامه اطلاعاتی ستونی مینوشت از تلفات جنگ، تلفات عراق در جنگ. وقتی جمع می‌زدین اواخر طوری شده بود که مثلا شاید بیش از ارتش کل دنیا تانک از بین رفته بود، هواپیما سقوط کرد، دیگه ناچار شدن جدول رو تعطیل کنن. این آماری که آقای احمدی نژاد میده برای در عراق، آماری که احمدی نژاد از رفع بیکاری نمیده. الان من گمان می‌کنم باید 80-90 میلیون شغل ایجاد شده باشه، چیزایی که ایشون مرتب میگه، چون کل آماری که از اول دادن تازه این آمار رسمی ایشون میگن غیر از بخش خصوصی هست. واقعیتش جامعه ایران نشون میده، فکر کنم 2 ماه پیش بود بحث یارانه ها رو که اینجا صحبت کردیم، من اظهار نظر معاون وزیر کار رو گفته بودم که گفته بود که نگران بیکاری نباشید، ما بیمه بیکاری خواهیم داد برای بعد از اجرای هدف مکن یارانه. یعنی خود آقایون پیش بینیشون هست که هر چقدر بیکاری الان داریم به جای خود اجرای هدف بند کردن یارانه‌های بیکاری رو بیشتر خواهد کرد. که ایشون آمار میده، خب آقای احمدی نژاد اشکال نداره آمار بده. من یه بار یه مقاله نوشتم ایران دیگر در پاستور، ظاهرا اون ایرانی که آقای احمدی نژاد ازش نام میبره و ملت ایرانی که نام میبره یه چیزی در محدوده اتاق خودشون در خیابون پاستور. خب چون ممکنه این 1,600,000 که میگن بخش بزرگیش واقعیت داشته باشه، افراد بسیج و افراد دیگه زندانبانان، چون زندان‌ها آماری که بوده بیشتر شده.
خیلی شاکی هستن که مسئولان زندان که بله حتما همینطوری. یه موقع آقای کروبی هم گفته بودن که آقای احمد نژاد راست میگیم یه شغل ایجاد کرده، موش اراذل اوباشی که میفرستن تو خیابون مردم رو بزنن یا جلوی خونه بعضی از مخالفین شعار بدن هستن. اما 1,600,000 خیلیه. بعدم بد نیست شما بدونید که چند تا از نمایندگان اصولگرای مجلس حالا در نطقاشون گفتن و در مصاحبه ها گفتن اصلا آقایون روش آمارگیری رو عوض کردن. از جمله گفتن که میرن در یه مغازه، اگر فرزند صاحب مغازه روزی 2 ساعت بیاد اونجا کار کنه، این رو اشتغال حساب میکنن و حتی کمتر از این. این که خیلی بده ما بدونیم. چرا بده؟ چون خبر زیاد جالبی نیست. حالا به هر حال خدمت شما میگم این چیزی که من تمام اینهایی که میگم خوشبختانه مستند به اظهار نظرهای خود اصولگرایانه. اصولگرایانی که اونم نه که درشون برای مردم سوخته باشه، چون سال آینده سال انتخابات مجلس هست، از حالا دارن خرج خودشون از احمدی‌ها سوا میکنن که بتونن رأی بگیرن. خب آقای وایده قبل از اینکه دوباره به لندن بریم این سوال داریم. اختلاف اصلا نوروز هست. آقای احمدی نژاد میخواست نوروز رو در تخت جمشید برگزار کنه، خیلی از روحانیون مخالفت کردن. این تمایل برای برگزاری جشن‌های ملی ایران یا ستون کردن فرهنگ ایرانی و بعد دوباره این بحث در گرفتن اسلام مقدمه یا ایران، یا این ریشه چیه؟ من گمان میکنم آقای احمدی نژاد از روز اول با علم به این که بهش اجازه نخواهند داد در تخت جمشید جشن برگزار کنه و با علم به این که بهش اجازه نخواهند داد ملک حسین اردنی رو دعوت کنه، این کارا رو انجام میده. وگرنه ایشون اعتقادی به این چیزا نداره. اردنی رو به تحقیر میگی؟ نخیر، برای اینکه با کس نخیر به هیچ وجه. مگه اسم اردن تحقیر هست؟ نه، چون ملک حسین رو ملکش رو نگفتن، ایشون گفتن حسین و حسن اردنی. بله شاه حسین و ملک عبدالله اردن. من اشتباه گفتم، ملک حسین نام پدرش بود که فوت کرده، ملک عبدالله پادشاه اردن. ایشون با علم به اینکه اجازه نخواهند داد دعوت کنه این کار رو کرد، برای اینکه در بین مردم از خودش چهره متمایزی از سایر ارکان نظام نشون بده. آقای احمدی نژاد اگر به کوروش و منشور کوروش اعتقاد داشت دروغ نمیگفت. یکی از بزرگترین منهیات در منشور کوروش دروغ گفتنه. آقای احمدی نژاد به راحتی دروغ میگه، میاد جلوی تلویزیون میشینه میگه که ما اصلا سرکوب نمیکنیم مخالفا رو، میگه آزادی در حد مطلقه، میگه سران مخالف من روزنامه در ایران دارند. خب این آدمی که اینطور دروغ میگه قطعا نمیتونه هیچ نسبتی با کوروش داشته باشه. ایشون به نظر من با علم به این که بهش اجازه نخواهند داد در شیراز مراسم رو برگزار کنه، میاد یه همچین حرفی رو میزنه که امثال من باور کنیم و بیایم بگیم و یه نوع تبلیغ غیر مستقیم براش بشه. به هیچ وجه ایشون، من یقین دارم اگه ایشون میدونست که اجازه میدن، به هیچ وجه وارد این فاز نمیشد. نه، من معتقدم ایشون نه، کسی که اعتقاد به ایران و ایرانی داشته باشه در شرایطی که بچهای مردم گرسنه هستن نمیره پول ایران رو خرج لبنان و نیکاراگوا و ونزوئلا بکنه. چه نیازی داره آقای احمدی نژاد، آقای محمدی، که چون این تبلیغات برای خودش بکنه؟ ایشون راه آیت الله خمینی هستن که ایشون هم گفته بودن که ملی گرایی کفره. بفرمایید. درست یه جایی رو انگوش گذاشتید که در واقع همین هم هست. گفته بودن ملی گرایی کفر است، ملی گرایی مقابله با اسلام است، و به ویژه دو تا نمادی که آقای احمدی نژاد روش انگوش گذاشته، جشن نوروز و تخت جمشید. سال گذشته هم جشن نوروزشون برپا کرد در تهران با حضور سران بعضی کشورها، و امسال هم میخواد در تخت جمشید برگزار بکنه. اما واقعیت این استش که گروه آقای احمدی نژاد و یارانش به اعتقاد من دارن در زمینه حرکت میکنن که به تدریج بتوانند حکومت رو به دست بگیرن برای همیشه. از الان هم دارن یکی از یارانشون که به احتمال قوی آقای مشایی هست آماده میکنن برای ریاست جمهوری بعدی. خیلی طبیعی است که در طول این 2 سال، اگر ملاحظه بفرمایید، در طول 20 ماه گذشته نه آقای احمدی نژاد نه یارانش حملاتی علیه آقای موسوی و کروبی خیلی کم کردن، یا در مورد فتنه و نمیدونم جنبش و فنان جنبش سبز اینا کم سخن گفتن، حملاتشون کم بوده. الان میبینن که مردم هم از نظام جمهوری اسلامی روی گردان شدن، هم آقای چلنگی واقعا اقبال مردم نسبت به آیین‌های ملیشون و نسبت به ارزش‌های ایرانی، حتی من میخوام بگم از زمان گذشته هم بیشتر شده است. الان میبینیم که بحث کوروش هست، بحث نوروز هست، بحث چهارشنبه سوری با اقبال بسیار وسیع. چرا این کارو؟ چرا؟ حالا من این خبرم چرا میکنه؟ آقای عرض... چه نیاز ده؟ همین با این مقدمه عرض میکنم که آقای احمدی نژاد بنابراین باید پشتیبانی مردم رو داشته باشه، حالا یا به غلط که آقای واحدی میفرمایند به دروغ، یا به درستی به این رسیدن که باید برگردن به آیین‌های ایرانی، به ارزش‌های ایرانی. دیدیم که مکتب ایران رو هم ابتدا آقای مشایی مطرح کرد و بعد آقای احمدی نژاد اومد گفت منظور ما مکتبی است که درش مثلا اسلام روش پیدا کرده و
تعالی پیدا کرده است. بنابراین دارن میرن به طرفی که بتوانند حمایت مردم رو برای آینده جلب کنند. ببینید در صحنه روبرو دیگر کسی باقی نمانده، همه مهرهاش رو نظام سوزونده و الان هم مردم از هم به اعتقاد من از این خرافات اسلامی که آقایون به خوردشون میدن و هم از نظام اسلامی رویگردان شدن. بنابراین راه این استش که هم روحانیون رو از حکومت خارج بکنن که تا به حال خیلی هم موفق بودن در این زمینه، چهرهای زیادی رو خارج کردن. مرحله بعدی هم این استش که حمایت مردم رو دست بیارن. به اون دلیل هستش که میروند به دنبال ارزش‌ها و آیین‌های ملی. در این زمینه شما صحبت می‌خواستیم بکنیم؟ بله، من یه نکته کوتاه عرض بکنم علاوه بر نکته قبلی که عرض کردم. آقای احمدی نژاد برای پوشوندن بعضی از مسائلی که در کشور و در خارج از کشور وجود داره نیاز به یک نوع بحران سازی مصنوعی هم هست، علاوه بر بحران‌های واقعی که وجود داره و اتفاقا برای پوشوندن اون بحران‌های واقعی. من یه خبر کوتاه به شما بگم، خبر تفسیرشو بگم. عرض می‌کنم چون خبرش خیلی جا منعکس نشده، حذف دستور کار ضد ایرانی از شورای همکاری خلیج فارس. بعدن گفتن وزیر خارجه امارات از شورای همکاری خلیج فارس خواسته که موضوع جزایر سگانه از دستور کار شورای همکاری خلیج فارس حذف بشه. جالب. در حالی که نه، خبر جالب نیست، خبر درسته، اما کسی نمیره بپرسه که خب ایران چه امتیازی به امارات داده، چه وعده‌ای داده. ببینید دو سال پیش وقتی احمدی نژاد رفت در جلسه شورا شرکت کرد، در همون جلسه با تو بیانیه‌شون در مورد جزایر صحبت کردن. اینکه امروز اعلام میکنن در شرایطی که ایران در موضع ضعف هم قرار داره این کارو انجام میدن، معنیش اینه که آقای احمدی نژاد رفت امتیاز داره مثل قصه خزر. به همین جهتشون دنبال این هست که این چیزا رو پوشش بده. و باز هم میگم آقای محمدی اشاره کردن به اینکه آقای احمدی نژاد و یارانش به موضوع موسوی و کروبی هیچ اشاره ندارن. وزارت اطلاعات احمدی نژاد تمام بگیر بندها رو داره انجام میده. ممکنه در ظاهری چی نگن، اما پشت پرده تمام این کارا وزارت اطلاعاتی که زیر نظر آقای احمدی نژاد هست. شما گفتین اشاره نکنه، منظورشون اینه. بله، صرفاشون صحبت نکنه. به اتفاق شما به روم میریم. سلام میگیم به احمد رفعت عزیز. سلام آقای چالنگی، سلام خدمت شما، مهمانانتون و بینندگان، و با عرض شادباش برای عید نوروز و آغاز سال جدید و روز دوشنبه آینده. به ایتالیایی سال نو رو چطوری تبریک میگیم؟ ما لورا میگیم عیدت من عیدا. شما چی میگید در ایتالیا؟ ما ایتالیایی میگیم بوننو. بوننو. همون یه شباهتی به زبان ما بختیاری هم داره. احمد جان بفرمایید ببینم که در مورد بحرین در اروپا بسیار صحبت، ساعتی پیشم نشست پاریس تموم شد، ظاهرا اقدامات اولیه نظامی هم در حال شگیری هست در مورد لیبی. بله و بله، در رابطه از پاریس اگر بگیم، بحرین رو ما میخوایم و پاریس رو در بله. ارتباط با لیبی اگه بفرمایید. بله، ایتالیا 7 پایگاه نظامی در اختیار نیروهای هوایی کشورهایی که در ائتلاف پاریس یا بر مبنای مصوبه شورای امنیت میخوان فضای ممنوع بر پرواز و در آسمان‌های لیبی به اجرا بگذارن قرار داده و ناوگان هوایی و دریایی و زمینی خودش هم در خدمت این عملیات در لیبی قرار داده. به بحرین که برگردیم، در این روزها خب نمیتوانستن مطبوعات ایتالیا در رابطه با آنچه در بحرین اتفاق میفته ساکت بمونن و در گزارش‌هایی که از بحرین دادن به دو مسئله اشاره میکردن. یکی به این که عربستان سعودی برای اولین بار نیروهای نظامیشو به یک کشور دیگری فرستاده و این مسئله رو در رابطه قرار میدادن با درگیری غیر مستقیم یا رقابت غیر مستقیم بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی برای کنترل خلیج فارس، و میگفتن که این مقابله که از لبنان آغاز شده بین این دو کشور در منطقه به بالاخره به خلیج فارس کشیده شده و اعزام نظامیان از سوی عربستان سعودی به بحرین رو نه کمک برای سرکوش یک جنبش داخلی برای، بلکه از دید مفسرین ایتالیایی به نوعی فرستادن نظامی و قد علم کردن در مورد جمهوری اسلامی ایران که به گفته مطبوعات ایتالیایی به نوعی با تحریک مخالفان حکومت بحرین میخواهد خودی در منطقه نشون بده. و بنابراین صحبت از درگیری غیر مستقیم بین این دو کشور مهم در حوزه خلیج فارس میکردند. خیلی کوتاه بفهمید نقش ایران رو تا چه اندازه اونطوری که بحرینی ها متهم میکنن در اروپا، در دست کم ایتالیا مطرح هست و مورد توجه صحبت های مسئولان بحرینی داریم.
بله آقای چلنگی، در رابطه با بحرین به دو مسئله اشاره میشه. البته مطبوعات به هیچ وجه منکر این که در بحرین نارضایتی از حکومت کنونی وجود داره و برخی از تبعیض‌ها اعمال میشه علیه اکثریت شیعه این کشور و اصولا خب دموکراسی به معنای غربیش در این کشور غالب نیست، ولی اشاره میکنند که خب ایران هم در بزرگنمایی و در این که این اعتراض ها از اعتراض های غیر خشن به خشونت آمیز کشیده بشه ایران نقشی داشته و بعضی روزنامه حتی صحبت از کسانی میکنند که بین بحرین و ایران در رفت آمد بودند و صحبت میکنند، اشاره میکنند به حمایت مالی ایران از برخی از عناصر و یا جنبش های حاضر در اعتراض های مردمی در کشور بحرین. سپاسگزار هستیم احمد رفعت عزیز، با سپاس بسیار از شما. لحظات دیگه با شما عزیزان خواهیم بود در هر کجای جهان که به سر میبرید. سلام، من شهره آقداشلو. سلام، من هوشنگ توزی. پس از شادباش های نوروزی و تبریک عید، تو بگو. نه تو بگو، کجا هستی؟ منو تلویزیون صدای آمریکا و نمایش ما یک ایرانی در بهشت دو روز قبل از سال تحویل بهشت رو به خونه های شما میاریم. زنده از صدای آمریکا. زنده؟ زنده 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 باشید. دو ساعت قبل از تحویل سال 1390 شمسی. خب نمایش هوشنگ توزی، خانم شهره آداشلو و هوشنگ توزی عزیز که در برنامه ویژه نوروزی صدای آمریکا پخش خواهد شد. و اما از واشنگتن، روم، همه جا به گورستان خاوران میریم. این پرسش‌های محمدی کمتر از دو دقیقه وقت داریم که چرا همچنان مشکل داره جمهوری اسلامی بر سر اینکه مردم برن عزیزانشون زیر خاک هستن شب جمعه آخر سال رو اونجا باشن گلی نثار کنن. چیه مشکل، چی هست؟ ببینید، جز ترس و وحشت من نمیتوانم دلیل دیگری برای یک چنین اقدامات جمهوری اسلامی بگذارم. یعنی واقعا نام دیگری نمیشود گذاشت. میدونید که خاوران، اینهایی که در اونجا شهید شدن و کشتار سال 67 و بسیاری رو بردن اونجا دفن کردن، تو کامینا ریختن، حالا کاری نداریم، هر سال و هر شب جمعه میرفتن خانواده ها، بارها سنگ گذاشتن آمدن، اینا رو با بولدوزر خراب کردن. و واقعا به اعتقاد من این استش که جناب چلنگی، اگر مردم جمع بشن در یک جایی، به خصوص افرادی که اینجور داغ دیده هستن، اگر جلوش رو نگیرن میترسه رژیم جمهوری اسلامی که این توسعه پیدا کنه، به ویژه در شرایطی که الان این اعتراضات در واقع داره ادامه داره، به خاطر این استش که سرکوب دائم نتیجه نداده است، همچنان که در مورد رهبران جنبش نداده، همچنان که در مورد مردم نداده است. آقای وادی، بالاخره آقای کروبی بازداشت شد، نشد دیداری که داشتن فرزندانشون باشه، وقتمون هم متاسفانه. بله، ببینید آقای کروبی، من قبلا هم گفتم در زندان هستن، این زندان فرقی نمی کنه. البته این ملاقات در منزل انجام شد، اما از روز اول گفتم زندان زیر زمین منزل آقای خامنه ای باشه، طبقه چهارم منزل آقای کروبی زندانه. اولا هیچ حکم قانونی برای این بازداشت وجود نداره. ثانیا در این ملاقات چیزهای مشخص شده. دو هفته داروی آقای کروبی رو کاملا قطع کردن. هیچ وسیله ارتباطی در منزل نیست. یک برگ کاغذ، یک خودکار. البته جمهوری اسلامی سران فعلی نشون دارن که با نوشتن و قلم دشمنی دارن و میترسن. وقتی دو دشمنشون کروبی و قلم کنار هم قرار بگیرن خیلی خطرناک میشن. رفتارهای بسیار زشت. هر لحظه که میخوان، الانم که در منزل هستن، رادیو و تلویزیون هیچ در منزل نیست. هر لحظه میخوان در امکان وارد بشن. اما مهمش اینه آقای کروبی در حضور ماموران گفتن که من محکمتر از سابق ایستادم و قطعا اگر همین لحظه هم آزاد بشن همون بیانیه‌ها و همون صحبت‌ها رو تکرار خواهند کرد. خب ببینید، آقای کروبی و آقای موسوی در کنار قلم بودن، آزادانه بودن. در اون مملکت هم اتفاقات بسیار افتاد. همین الان منزل آقای کاظمینی بروجردی حمله شده. دختر ایشون رو کتک زدن، خونه‌شون رو درش رو بستن. بسیار دیگه. آیا سکوت در برابر این اقدامات نبوده که رسیده به این جایی که امروز یکی از بنیانگذاران انقلاب در اتاق خودش حبس میکنه؟ حالا من از طرف آقای کروبی که در زندان، از شما معذرت میخوام که حمله به منزل آقای کاظمی رو چیز نکرد. این خیلی آقای چالنگی الان شرایط، من که این بحثا رو همیشه کردم، نه نه اشکال نداره. این بحثا اشکال همیشه گفتیم، من هم برگشتم، ولی میگم من الان از طرف آقای کروبی که در منزل زندانی هستن، از شما عذرخواهی میکنم که ایشون حمله به منزل. از بنده عذرخواهی نکنید، بحث ما این هستش که روشن بشه ریشه این چیزی که شما ظلم مینامید کجاست.
اصلا ظلم همیشه بده. ما که از روز اول اینجا هر بار شما بحث و مطرح کردیم، گفتم ظلم از هر جای شروع شده بده، اما اون چیزی که امروز داره اتفاق میفته به اوج رسیده. من یک بار دیگه گفتم ما یه راه داریم که بگیم کسانی که الان هم بریدن به خود بریدن برن با اون همکاری کنن. اصلا کسی این حرفو نمیزنه. آقای کسی این حرفو نمیزنه. وظیفه ما پیدا کردن ریشه هاست، تفسیر خبرها. روزگارتون خوش باد، سپاسگزار هستیم از مهمان. استاد مقتضیان نیستیم.